در ادامه خبرها توجه شما را به زوزه های ترس و درماندگی رژیم در برابر کارزار دادخواهی در یک جلسه مشترک اعضای مجلس و نمایندگان وزارتخانه های اطلاعات و کشور و خارجه رژیم جلب می کنیم. مازنی عضو مجلس ارتجا به دلیل سرمایه گذاری فراوان بدخواهان در سطح بین المللی نه تنها نظام را قربانی تروریزم نمی دانند بلکه آن را حامی تروریزم معرفی می کنند در حالی که جنبش دادخواهی و فراخانهای بین المللی به محاکمه جلادان قتل عام 67 در جریان سلسله تظاهرات جهانی مقاومت ایران و گرد همایی های اشرف سه و محکومیت قرار دادن آخوند قاتل ابراهیم رئیسی در رأس قضایه خامنه ای و اعتراف های جلادی چون رازینی و پور محمدی خشم و نفرت داخلی و بین المللی را علیه دیکتاتوری افسایش می دهد در جلسه در مجلس ارتجاع که روز چهارشنبه با حضور نمایندگان وزارتخانه های اطلاعات خارجه و کشور و نیز سازمان حلال احمر حکومت آخوندی برگزار شد شرکت کنندگان به شکست طرح و برنامه های خامنه ای برای عوض کردن جای جلاد و قربانی اعتراف کرده و گفتند اکنون به دلیل سرمایه های فراوان بدخواهان در سطح بین المللی نه تنها نظام را قربانی تروریزم نمی دانند بلکه آن را حامی تروریزم معرفی می کنند. مازنی رئیس کمیته فرهنگ، هنر و رسانه مجلس رژیم در پایان این جلسه گفت در عرصه بین المللی دشمنان نظام و حامیان تروریسم علیه ما چنان تبلیغ می کنند که نه تنها جمهوری اسلامی را قربانی تروریسم جلوه نمی دهند بلکه ما را حامی تروریسم نیز معرفی کردند به طوری که یکی از بحث هایی که همواره ما با دولت فرانسه و برخی دولت های غربی داشته ایم این بوده است که چرا از مجاهدین حمایت می کنند متاسفانه آنچه رسانه های تحت حمایت سرویس های بیگانه در دنیا جا انداخته اند، معرفی نظام به عنوان کشور حامی تروریسم بوده است. وی افسود، بخشی از مشکل به دلیل سرمایه‌گذاری فراوان بدخواهان جمهوری اسلامی در خارج از کشور بوده و بخشی دیگر از آن نیز ناشی از ضعف عملکرد نظام در عرصه دیپلماسی عمومی است. با این حال این عضو مجلس ارتجاع از اجرای طرح دیگری که توسط دفتر خامنه ای هدایت می شود خبر داد که بر اساس آن ولی فقیه قصد دارد جلادان بیشتری را علیه مجاهدین وارد صحنه کند در سالگرد عملیات کبیر فروغ جاویدان در مرداد ماه سال جاری اخوند پور محمدی از اعضای کلیدی هیئت مرگ در قتل عام 67 گفته بود سالگرد فروغ جاویدان اعتلاع دادخواهی و فوران زوزه های یک جلاد شست و هفت آخوند دشخیم مصطفى فور محمدی عضو هیئت مرگ در قتل عام زندانیان سیاسی سوم مرداد 98 هیچ تخریبی در چهره نظام در این چهل سال اتفاق نیفتاده مگر آنکه مجاهدین پای اصلی آن هستند متاسفانه به خاطر فضای روانی یا جهالت یک عده و حماقت یک عده حالا ما بدهکار هستیم پاسخ باید بدهیم ما هنوز با مجاهدین تصویه حساب نکرده ایم و بعد از تصفیه حساب این حرف ها را پاسخ می دهیم ما به خاطر مجاهدین کلی تلفات دادیم شکست خوردیم حاجا یک مسئله ای که در واقع به جمهوری اسلامی خیلی تهمت شدید و بزرگی زده میشه و همچنان هم ادامه داره و معمولا رسانه‌های خارجی دنبال میکنن موضوع در واقع نفاق برخورد جمهوری اسلامی با نفاق هستش مم. که اوجش در سال 67 بعد از مرسات است خب شما هم اطلاعات خارجی بودید هم در اون ماجرای در واقع در این ماجرا حضور داشتید حالا خودتون توضیح بدید که به چه نحوی بوده این شبهه رو در واقع کمتر به نظرم پاسخ داده شده که اصل ماجرا چی بوده چه اتفاقی افتاده اگر سلام میدونید در مورد این صحبت کنیم ببینید طرف مقابل شما داره دروغ میگه تخمت میزنه به هر خباستی هم دست میزنه از هیچی پروا نداره و با دشمنان شما هم در همه جزئیات هم حتی هماهنگ میکنه و هیچ از هیچ اقدامی از علیه شما هم میکنه شما در این میدان هستی. انتظار دارید در این میدان ما نقش های عملیاتی راحت بیایم بیان کنیم یا موضوعاتی که او میتونه دستاویز خودش قرار بده و هر روز علیه ما چماق درست کنه و صد تا حرف منطقی و درست و مقبول ما رو تو فضای رسانهی گوشه رینگ ببره تو تاریکخانه ببره و اجازه بروزور نده اینکه که حتما کار شایسته ای نیست ما تمام بوغای تبلیغاتی رو این قصه متمرکزه اون دشمنه خائن جنایتکار هم به عنوان ابواب جمعی و لشکر دشمن داره عملیات میکنه وقت انتظاره که حالا من تو وسط میدون جنگ بیام از بحثای حقوقی و نمیدونم مراقبتهای حقوق شهروندی و انسانی و اینجاش اینجور شد اونجاش اینجور حرف بزنم هیچ تخریبی تا امروز در این چهل سال گذشته اتفاق نیفتاده مگر اینکه منافقین پای اصلیش هستن ما با منافقین هنو حسابون تصویه نکردیم ما این حرفها رو بعد تصویه حساب خواهیم زد شوخی هم نداریم ما هنوز با... باید اینا بیان پاسخ جنایت هاشون خیانت هاشون تمام تخلیه های تلفنی عملیاتی بسیار عملیات که ما ناکام شد به خاطر منافقینه منافقین دونستن عملیات ما رو لو دادن و عملیات ما شکست خورد ما کل شهید دادیم تلفات دادیم شکست خوردیم حالا من میگم جواب حقوقی بدم که فلان خمپاره اونجا اشتباهی انداختم یا درست عمل کردم ما اصلا در خصوص منافقه هیچ مشکلی پیچیدگی هیچ ابهامی نداریم الان وقت جنگیدنه وقت حرف زدن نیست این موضوع مهم ماست الان وقت به حساب رسیدنه وقت اینا رو زمین گیر کردن به حسابشون رسیدن محاکمه کردنه وقتی اینکه دنیای جنایتکار طرفدار تروریستی که پشتیبانی میکنه اونا زمین گیر کردن اون سرجاشون نشوندنه وقتی ایناست سخنگوی مجاهدین در جواب دشخیم قتل عام آخوند جلاد پور محمدی و هیستری ضد مجاهدی او گفت اولا اینکه جلاد میگوید مجاهدین همه باید در دادگاه محاکمه و به اشد مجازات محکوم شوند فقط مایه افتخار و سرفرازی است کما این که وقتی دشمن از آن می کند که هیچ ضربه و تخریبی در این چهل سال علیه نظام جور و جنایت نبوده مگر اینکه مجاهدین پای اصلی آن باشند مزید بر شکر و شرف و غرور مضاعف انقلابی و ایدولوژیکی است ثانیا این که جلاد میگوید مجاهدین باید بیایند و پاسخ بدهند حاضر حاضر با آتش و سرب مصاب حاضر تا زمانی که کار تصفیه حساب با خوندها و مستوران غلط دوام به پایان برسد مجاهدین به همین خاطر گفتند و میگویند ب ب ب بند از بند این رژیم باید گسست و یکا یک جلادان را باید به سختی کیفر داد و سیعلم از ظلمو ایمون قلبن ین قلبون